خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که یک مرد 23 ساله از اهالی شهر استراسبورگ سومین مهاجم به سالن موسیقی باتاکلان در شهر پاریس بوده است بنابر گزارش روزنامه پاریزیان که روز چهارشنبه 18 آذر منتشر شده فواد محمد الاقاد که خود را در باتاکلان منفجر کرده در سال 2013 حدود دو سال پیش به همراه برادرش و گروهی از جوانان به سوریه رفته بود بیشتر این افراد پس از بازگشت از سوریه بازداشت شدند اما آقای علقات در سوریه باقی مانده بود حمله به سالن موسیقی باتاکلان بخشی از عملیاتی هماهنگ در پاریس بود که در مجموع 130 کشته بر جای گذاشت گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت در همین حال بنابر گزارش های تازه پلیس یونان در ژانویه سال گذشته سعی کرده بود عبدالحمید اباعود سرکرده حملات تروریستی پاریس را به اندازد اما آن عملیات شکست خورد یک منبع آگاه در تشکیلات ضد تروریستی بلژیک روز سهشنبه 17 آذر به شبکه جهانی بی بی سی گفت عملیات آتن برای گرفتن اباعود پیش از یک یورش ضد تروریستی در بلژیک برنامه شده بود اما عملی نشد اباود از آتن و از طریق تلفن یک گروه را در بلژیک هدایت می کرده است وی در جریان یورش پلیس فرانسه در روز 18 نوامبر در پاریس کشته شد که پنج روز پس از حملات در چند نقطه پاریس انجام گرفت عملیات یونان قرار بود پیش از یورش پلیس بلژیک در ورویرز در شرق این کشور که روز 15 ژانویه گذشته انجام شد صورت گیرد در یورش پلیس بلژیک که با مبادله آتش همراه بود دو مزنون را کشته شدند متن پیشنویس قطنامه پیشنهادی کشورهای پنج به علاوه یک برای ارائه به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران منتشر شد. پیشنویسی که عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره آن گفته این قطنامه پرونده پی ام دی را به صورت کامل و قاطع می‌بندد و دستور کار آژانس را از نگاه به گذشته، به سمت نگاه به آینده تغییر خواهد داد. خبرگزاری های فارس و مهر روز سه شنبه 17 آذر متن فارسی این پیشنویس را منتشر کردند که در بندی از آن تاکید شده که همه فعالیت ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده است. در این بند تصریح شده که با تصویب این قطع نامه رسیدگی به موضوع پی ام دی توسط شورای حکام آژانس را خاتمه می دهد. پیشنویس این قطع نامه، گزارش اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد لحاظ قرار داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش نهایی خود درباره ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی دست کم تا انتهای سال 2003 میلادی برای ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای تلاش کرده هرچند این فعالیت ها از حد مطالعات امکانسنجی و علمی فراتر نرفته است بر اساس گزارش آژانس برخی از این فعالیت ها تا سال 2009 نیز همچنان ادامه داشته اما پس از سال 2009 نشانه معتبری از فعالیت مرتبط با ساخت سلاح های هستی در ایران یافت نشده است. با وجود این در پیشنویسی که توسط آمریکا روسیه بریتانیا فرانسه چین و آلمان به شورای حکام آژانس ارائه شده تاکید شده که این شورا تصمیم میگیرد تا ده سال بعد از روز قبول برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که این آژانس به نتیجهگیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است این موضوع را در دستور کار داشته باشد مقام های جمهوری اسلامی گفتند بسته شدن پرونده پی ام دی در شورای حکام شرط اجرای توافق جامعه اتمی یا برجام توسط ایران است. جانکری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است کسی در مورد تلاش های نظامی ایران در عرصه فعالیت های اتمی گذشته هیچ گونه تردیدی نداشت اما جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران در آینده از موضوع ابعاد نظامی اپامامیز فعالیت های اتمی گذشته بسیار مهمتر است در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران در حال بررسی گزینه انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده مازاد خود به بانک سوخت قزاقستان است این روزنامه به نقل از مقام های ایرانی و آمریکایی نوشته است که طرفین امیدوارند این اقدام از ماه آینده اجرایی شود بنابراین این گزارش ایران برای کاهش ذخایر اورانیوم با غنای 5 درصد خود روی روسیه حساب کرده است اما در زمینه ی کاهش ذخایر اورانیوم با غنای 20 درصد از طریق تبدیل به صفحه سوخت که بازگرداندن اورانیوم به حالت اول را بسیار دشوار می کند با چالش فنی مواجه شده و به همین جهت باید بخش اعظم این ذخایر را به خارج از کشور منتقل کند ایران در حال حاضر از محل تولیدات گذشته خود حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در فرم‌های مختلف دارد که این میزان بر اساس توافق هسته‌ای باید به صفر برسد. به نوشته ی والستریت جورنال در هفته ی گذشته ایران و پنج به علاوه یک مذاکرات متعددی در رابطه با نحوه ی کاهش ذخایر 20 درصد داشتند و این گفتگوها همچنان ادامه دارد. در حالی که سخنان دونالد ترامپ از نامزدهای جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده درباره منع کامل ورود مسلمانان به خاک آمریکا بحث داغ جاری در رسانه های این کشور است مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه هفدهم آذر ماه طرحی را تصویب کرد که بر سر راه سفر بدون ویزا به این کشور موانع جدیدی قرار خواهد داد بر اساس این طرح که با استقبال کم سابقه ای از سوی نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مواجه شده و با 407 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف به تصویب رسید، تبادل اطلاعات میان آمریکا و 38 کشوری که سفر شهروندانشان به آمریکا بدون دریافت ویزا میسر است، تشدید خواهد شد تا از ورود عناصر رادیکال به این کشور جلوگیری شود. بر اساس این تر همچنین کسانی که به سوریه یا عراق سفر کردند تا پنج سال امکان سفر بدون ویزا به آمریکا را از دست خواهند داد. این طرح به وزارت امنیت داخلی آمریکا این امکان را می دهد که در صورت لزوم کشورها را از سیستم معافیت ویزا حذف کند. تصویب این طرح واکنشی است از سوی سیاستگذاران ایالات متحده به فاجعه تروریستی پاریس که از سوی داعش صورت گرفت و بیش از 130 قربانی بر جای گذاشت. در پی این حادثه و نیز رخداد تیراندازی سن برناردینو به دست دو شهروند مسلمان آمریکایی که به کشته شدن 14 نفر منجر شد، حالا سفر کردن به آمریکا برای شهروندان کشورهایی که پیشتر نیازی به ویزا نداشتند هم تبدیل به فرایندی پیچیده و زمانبر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که از میان شهروندان 38 کشوری که تاکنون برای سفر به آمریکا نیاز به دریافت ویزا نداشتند، سالانه نزدیک به 20 میلیون نفر به آمریکا سفر می کنند. اما این رقم در سالهای آتی و با محدودیت‌های سختگیرانه جدید شاهد کاهشی چشمگیر خواهد بود. بر اساس طرح جدیدی که با هدف ارتقاء امنیت طرح معافیت ویزای آمریکا تصویب شده 38 کشوری که مشمول این معافیت می شوند باید پاسپورت هایی حاوی چیپ های الکترونیک صادر کنند که اطلاعات بایومتریک دارنده پاسپورت در آن ذخیره شده باشد گذشته از این این کشورها باید در صورت روبوده شدن پاسپورت ها مسئله را به اینترپل پلیس بین المللی اطلاع دهند و اطلاعات مرتبط با تروریست های شناخته شده یا مزنونان را با ایالات متحده به اشتراک بگذارند. قانونگذاران آمریکایی میگویند نگرانند جمعیتی 5 تا سی هزار نفری که پاسپورت های اروپایی دارند اما جزو عناصر رادیکال محسوب می شوند و در سالهای گذشته به سوریه و عراق هم سفر کرده اند از این امکان سوء استفاده کنند تا امنیت آمریکا را به خطر بیاندازند با این همه این طرح مخالفانی هم دارد که معتقدند صرفا از این راه ها نمیتوان مانع ورود تروریست ها به خاک آمریکا شد برد شرمن سناتور جمهوریخواه مخالف این طرح به واشنگتن پست میگوید شبه نظامیان داعش عموما از راه های غیرقانونی از مسیر ترکیه وارد سوریه می شود و به همین خاطر مهری در پاسپورت آنها ثبت نمی شود. شورای ملی ایرانی آمریکایی ها نیاک نیز آن را تبعیض میداند و در حال جمع امضا برای اعلام دادخواست علیه آن است. این طرح برای نهایی شدن باید در مجلس سنای آمریکا هم تصویب شود و پس از آن به امضای برک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم برسد در تحولی دیگر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هشدار داده است که اظهارات دونالد ترامپ درباره مسلمانان داعش را تقویت می کند و امنیت ملی آمریکا را به خطر می اندازد. آقای ترامپ که نامزد رقابت‌های درونی حزب جمهوری خواه است روز دوشنبه 16 آذر ماه گفته بود باید از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری شود. اظهارات آقای ترامپ با واکنش‌های منفی در سطح جهان روبرو شده است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون گفته این سخنان جهانبینی داعش را تقویت می‌کند. پنتاگون همچنین توییتی از هیلاری کلینتون نامزد رقابت‌های مرحله مقدماتی حزب دموکرات را منعکس کرد که گفته بود اظهارات ترامپ نه فقط برخلاف ارزش‌های ماست بلکه بهانه‌ای به دست تروریست‌ها می‌دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته این اظهارات در نبرد با داعش سازنده نیست. با این وجود آقای ترامپ روز سهشنبه هفدهم آذر ماه از پیشنهاد خود دفاع کرد و آن را به سیاستهای فرانکلین روزولت در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپنیها آلمانیها و ایتالیاییهای ساکن آمریکا تشبیه کرد رهبران اسلامی، سازمان ملل و کشورها این اظهارات را خطرناک و تفرق انگیز دانستند و کاخ سفید گفت که آقای ترامپ صلاحیت نامزدی در انتخابات را ندارد. آقای ترامپ از جمله در توضیح سخنانش گفت بخشهایی از لندن آنقدر رادیکالیزه شده که پلیس باید نگران جانش باشد. بوریس جانسون شهردار لندن روز سهشنبه هفدهم آذر ماه این حرف را مسخره خواند و گفت تنها دلیلی که من به بعضی قسمت های نیویورک نمیروم این است که ممکن است به دونالد ترامپ برخورد کنم رهبران حزب جمهوری هم قاطعانه سخنان آقای ترامپ را محکوم کردند روسیه اعلام کرده است برای نخستین بار با استفاده از زیردریایی در دریای مدیترانه حملاتی را در سوریه انجام داده است. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سهشنبه هفدهم آذر ماه گفت حملات اخیر کشورش طی سه روز گذشته 300 موزه مختلف را هدف قرار داده و به نیروهای ویژه سوری کمک کرده است تا جعبه سیاه جنگنده سرنگون شده را پیدا کنند. وزیر دفاع روسیه گفت چندین موشک از زیردریایی رستوفوندون در دریای مدیترانه به سوی این اهداف پرتاب شده است وی همچنین اعلام کرده که حملات هوایی و موشک های پرتاب شده از طریق زیردریایی موفق بوده و تمام اهداف نابود شدند روسیه از پایان ماه میلادی سپتامبر حملات خود در سوریه را آغاز کرده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز سه شنبه هفته آذر ماه گفت موشک های پرتاب شده از زیردریایی قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند ولی امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آنها در جنگ با تروریسم نباشد. حملات تازه روسیه در سوریه در حالی صورت گرفته که گروهی از مخالفان بشار اسد از روز سهشنبه هفته آذر ماه در ریاض گرد هم آمدند تا در مورد تشکیل یک جبهه متحد برای گفتگوهای احتمالی با دولت مرکزی سوریه مذاکره کنند. واشنگتن ابراز امیدواری کرده است که نشست مخالفان اسد در ریاض گامی مهم برای ایجاد فرصت مذاکره زیر نظر سازمان ملل و برای یک گذار سیاسی باشد. همچنین به گزارش سایت العربیه عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی در روز آغاز مذاکرات مخالفان دولت سوریه در تماسی تلفنی با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره اوضاع سوریه گفتگو کرده است. بنابراین گزارش آقای لاوروف از برگزاری این کنفرانس استقبال کرده و گفت از اکثریت هیئت‌های های شرکت کننده حمایت می کند و ابراز امیدواری کرد که با همکاری استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه یک هیئت واحد از مخالفان سوری تشکیل شود. آقای لاوروف گفت آماده است در کنفرانس سوریه که قرار است در روزهای 18 و 19 ماه جاری میلادی در نیویورک برگزار شود شرکت کند. آقای لاوروف خواستار آن شد تا خطکشی میان سازمان های میان روی مخالف رژیم بشار اسد و گروه های تروریست صورت گیرد تا گروه اول بتواند در مرحله انتقالی سوریه ایفای نقش کند. همزمان رجب طیب اردغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است کشورش بر سر برپایی منطقه امن در شمال سوریه اصرار دارد آقای اردغان تصریح کرده ترکیه خواهان تسریع در اجرای پیشنهادی آموزش و مسلح سازی اپوزیسیون سوریه است طرح برپایی منطقه امن در شمال سوریه طرحی است که ترکیه از مدتها پیش در پی آن است و حتی مشارکتش در ائتلاف بین الملل علیه داعش را به برپایی این منطقه مرتبط کرده بود علاوه بر دولت سوریه، روسیه و ایران که متحدان نظام بشار اسد هستند نیز با این طرح مخالفند. حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان حکومت بشار بزرگترین مانع در مسیر برپایی این منطقه به شمار می آید. به ویژه اینکه پس از سرنگونی جنگنده روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه مسکو سامانه ضد هوایی پیشرفته اس 400 خود را در سوریه مستقر کرد مسئله ای که برپایی منطقه امن را بیش از پیش دشوار می کند مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سهشنبه گفت ترکیه ارسال نیروهای بیشتر به عراق را متوقف کرده اما در حال حاضر نیروهای خود را از این کشور بیرون نمیبرد همزمان روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا در یک نشست اضطراری به موضوع حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق رسیدگی کند همزمان در عراق مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور بخش بزرگی از شهر رمادی را که به تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی در آمده بود بازپس گرفتند عملیات نیروهای زمینی عراق در رمادی از حمایت هوایی ارتش آمریکا برخوردار است بازپسگیری کنترل رمادی به طور کامل میتواند ضربه مهمی به داعش باشد سرهنگ ستیو وارن سخنگوی عملیات ایالات متحده علیه داعش گفت بازپسگیری شهر رمادی راه را برای عملیات بعدی باز کرده و تبلیغات داعش فرو می ریزد. رمادی مرکزی گمرکی و کالایی برای منطقه مصوم به ولایت فرات به شمار می رود. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران به دلیل شکستگی پا صبح روز سهشنبه 17 آذر مورد عمل جراحی قرار گرفته و در پی این عمل حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران از او عیادت کرده است به گزارش وبسایت حزب اعتماد ملی آقای فریدون سلام حسن روحانی را به آقای کروبی ابلاغ کرده است بر اساس این گزارش پای چپ آقای کروبی هفته گذشته به دلیل نقص در آسانسور محل حصر و زمین خوردن او شکسته بود حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گفت عمل جراحی روی پای آقای کروبی با موفقیت انجام شد و وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان در جریان کم و کیف پرمنده درمانی وی قرار گرفت. بر اساس این گزارش این ششمین عمل جراحی مهدی کروبی از زمان آغاز حصر خانگی اوست و پیش از این عمل جراحی دیسک کمر زانو مجرای ادرار چشم و قلب روی وی انجام شده است میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند مهدی کروبی پس از سه سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات از بهمن ماه سال 92 به منزل خود در جماران منتقل شده ولی همچنان در حصر به سر میبرد خانواده این سه نفر در سالهای گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند. علی متحری نماینده تهران روز دوشنبه 16 آذر نیز در دانشگاه شهید بهشتی گفت ادامه حصر به صلاح نظام نیست و ممکن است در آینده تبدیل به قده سرطانی شود. این درست نیست که ما بدون محاکمه بگوییم آنها به دنبال براندازی بودند و مجازاتشان نیز اعدام است و ما رعفت اسلامی به خرج داده ایم و حسرشان کرده ایم. اگر قرار است مجازاتی انجام شود باید روال قانونی آن طی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که در مذاکره با نهادهای دیگر شرایطی را فراهم خواهد کرد که زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آزاد شوند. در همین حال خشایار پورطاهری دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف روز دوشنبه پیش از سخنرانی آقای روحانی در این دانشگاه به ادامه ی حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران اعتراض کرد آقای روحانی اخیرا در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی اعلام کرد میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد در تحولی دیگر محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ادعای خبرگزاری های فارس و میزان مبنی بر احزار به دادگاه ویژه روحانیت را رد کرده و گفته است که روزنامه تحت مدیریت وی همچنان به انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران ادامه می دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز روز سهشنبه 17 آذر مدعی شد که آقای دعایی روز سهشنبه به دادگاه ویژه روحانیت رفته و پس از تحقیق از ایشان تعهدی مبنی بر عدم تکرار تخلف گرفته شده است. آقای دعایی گفت حتی کتبن هم از سوی دادگاه ویژه روحانیت احزار نشده است. مدیر این روزنامه در این حال گفته است که البته من با دوستان دادگاه ویژه روحانیت معنوس هستم و آشنایی دارم. آقای دعایی با تاکید بر اینکه مشی روزنامه اطلاعات در مورد انتشار اخبار محمد خاتمی همان مشی قبلی است گفت ما اخبار معمول ایشان را در روزنامه اطلاعات منتشر می کنیم و کماکان مثل گذشته عمل خواهیم کرد اخبار مربوط به احضار محمود دعایی به دادگاه ویژه روحانیت از سوی رسانه های اصولگرا پس از آن منتشر شد که روزنامه اطلاعات گفتگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان با محمد خاتمی را به همراه عکس این دیدار منتشر کرد. غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود که به دستور دادستانی تهران رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر کنند. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان 93 مطرح شد و در آن زمان گزارش ها حاکی از آن بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه با مدیران رسانه ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهور اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده گزارش ها حاکی است که محمود دعایی در این جلسه از مخالفان چنین دستوری بوده است. روز سهشنبه 17 آذر طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم می کند. طبق ماده دوی این مسببه افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقی و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند و بستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروه های محارب و معاند اعضای فرقه زاله، مروجان افکار انحرافی و ارفانهای کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتند حق دستیابی به پوست های حساس را ندارند به این فهرست آمران و مباشران راه اندازی شبکه های سایت های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب محکومان قاچاق مواد مخدر معتادان به مشروبات الکلی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد وزارت اطلاعات ملزم شده که طی سه ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آین نامه اجرایی این مسبب را تهیه کند مسببه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیضهای سیاسی و اجتماعی در ایران به طور نمونه عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده به معنای محرومیت بدیعی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود فعالیت در شبکه های یا سایت های اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمیتواند مبنای محرومیت از تصدی پست های ارشد قرار گیرد لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز میتواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتی ها نیز ماده 982 قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجی هایی است که تابعیت ایرانی میگیرند و طبق آن میتوانند از کلیه حقوق ایرانیان بهره شوند اما نمیتوانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند طبق ماده 982 قانون مدنی ایران احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری نمایندگی مجلس عضویت در شوراهای استان شهرستان و شهر استخدام در وزارت امور خارجه قضاوت رتبه های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پوست های عالی امنیتی و اطلاعاتی برای افراد دارای طبعیت خارجی ممنوع است آنگونه که خبرگزاری مهر می نویسد مبتکران دو فوریت این قصد داشتن احراز پوست های عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند موافقان این طرح در بحث های مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس از جمله به مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی اشاره کرده بودند محمود رضا خاوری رئیس بانک ملی ایران به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست به خارج از کشور بگریزد مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق روز گذشته پس از دیدار با فرانک والتر اشتانمایر وزیر امور خارجه آلمان در اربیل در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد از جمله موضوعاتی که در این نشست مطبوعاتی خیلی مورد بحث قرار گرفت موضوع اخیر تنش در روابط عراق و ترکیه بود آقای بارزانی در گفته هاش به نوعی حمایت کرد از موضع ترکیه و حضور نیروهای این کشور در عراق و گفت که سربازان ترکیه مستقر در اطراف موسل بر اساس توافقنامه نامه میان ترکیه و عراق جهت آموزش نیروهای داوطلب عراقی برای نبرد با گروه تروریستی داشت و همینطور آزادسازی شهر موسل در اون منطقه حضور دارند. این گفته ای آقای بارزانی البته برخلاف آن چیزی هستش که مقامات اراقی از جمله حیدر العبادی میگن دولت عراق بیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که حضور نیروهای ترکیه بدون هماهنگی و اجازه و درخواست دولت اراق بوده روز گذشتم که اساسا تانجو بلگیش سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به تعیین ضرب العجل 48 ساعت عراق برای خروج نیروهای ترکیه گفت که ما نیروهامون رو از عراق خارج نمی کنیم ولی فعلا روند فرستادن نیرو به اراق رو متوقف کردیم با این همه آقای بارزانی گفت که به نظر من موضوع حضور نیروهای ترکیه در اراق رو بیش از حد بزرگ کردن اعزام نیرو در این حد نبوده که از اون صحبت میشه و حالا حتی اگر این کار با قصد مبارزه با داعش هم باشه خب گام مثبتی هستش اما بارزانی هم اینطور به نوعی در واکنش به این بحث ها که حضور نیروهای ترکیه با حمایت و پشتگرمی و چراغ سبز سنی های عراق و به ویژه دولت اقلیم کورسان بوده گفت که ما در این زمینه بیطرف بودیم و نقش ما در این زمینه فقط حل و فصل کردن مسئله هستش در مورد حضور احتمالی روزها در شمال عراق و همکاری و کمک اونها به اقلیم کردستان هم پرسش شد که آقای بارزانی در این رابطه گفت که نمیتونم بگم که تا امروز روسیه به اندازه کافی به ما کمک کرده در مورد آموزش نیروهای پیشمرگه نیز کمکی به ما نکرده اما اگر روسها پیشنهاد کمکی به ما بدن ما از اون استقبال خواهیم کرد او گفت که روسها تا کنون فقط کمک های تسلیحاتی برای مبارزه با داعش برای ما فرستادن اما در مورد استفاده روسیه از آسمان ایران و عراق برای پرتاب موشک به سوریه پرسش شد آقای بارزانی در این باره گفت که استفاده از آسمان ایران و عراق برای منظور باعث شد تا پرواز هواپیماهای مسافرتی لغو بشه و این به زیان مردم بوده او گفت ما قصد داریم که در این رابطه با مقامات ایران و روسیه صحبت بکنیم اشاره هم بکنم آنطور که آقای بارزانی در این کنفرانس خبری اعلام کرده قرار هست که او امروز چهارشنبه به ترکیه سفر بکنه و دیداری با آقای ارغان رئیس جمهور ترکیه داشته باشه بنا به گفته خود آقای بارزانی این دیدار با هدف بررسی مسائل و تحولات منطقه و به ویژه رویدادهای اخیر عراق خواهد بود